ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در جلسه امروز مجلس رژیم، علی مطهری در وحشت از خشم مردم به خاطر شهادت ستار بهشتی در زیر شکنجه دشخیمان گفت: در مراسم 40 ستار بهشتی آنها تحت فشار قرار گرفتند. همچنین مدتی است که کیفرخواست متهم اصلی صادر شده ولی پرونده هنوز به دادگاه ارجاع نشده است. ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است، اما او گفته از حکم بازداشت دخترم را نشان دادند تا از من رضایت بگیرند. نمیخواستم داغ دیگری روی سینه‌ام بماند، مجبور شدم و امضا کردم. در جلسه امروز مجلس ارتجاع همچنین پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر کشور کابینه احمدی نژاد، به دفاع از دستگیری و به شهادت رساندن ستار بهشتی پرداخت. متهم آقای ستار بهشتی، ساکن شهرستان روادکریم، از طریق درج مطالبی در فضای مجازی و سایت فیسبوک با نام مستعار اقدام به فعالیت و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌نمود. ایشان با فعالان سیاسی معاند با نظام و عوامل خارج از کشور ارتباط و همکاری داشته و از طریق ارسال اطلاعات غلط و کذب از اوضاع سیاسی اجتماعی کشور معاندین و دشمنان رو تغذیه اطلاعاتی می کرده که پلیس فتای نیروی انتظامی تهران بزرگ پس از آگاهی و با رصد موضوع و به جهت پیشگیری از توسعه فضای تخریب علیه نظام در فضای مجازی از مقام قضایی خواستار صدور حکم جلب و دستگیری وی میشه. آخوند محمد یزدی، نایب رئیس خبرگان ارتجا و از مهره های خامنه ای، سیاست انقباضی ولی فقیه ارتجا در نمایش انتخابات را برملا کرد و گفت نتیجه انتخابات مهمتر از حضور حداکثری است. آخوند یزدی گفت باید بسیار هوشیار بود که نکند به دلیل لزوم حضور اکثریت در پای صندوق‌های رأی به نتیجه آن کم توجهی شود. باید مراقب باشیم شخصی رئیس جمهور نشود که هر روز درگیری و مشکل ایجاد کند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، آخوند یزدی در ملاقات با اعضای باند مؤتلف گفت آنچه از حضور مهمتر است نتیجه آن می باشد و نتیجه انتخابات بدین دلیل مهم است که 4 سال آینده کشور در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت و چون موقعیت نظام جمهوری اسلامی موقعیت خاصی است، اینکه به کجا خواهد رسید بسیار مهمتر است.